عاشقی دریای خونم. آسمان تیره و تار شده، غبار غم زمین را فرا گرفته، عرشیان بر سر و صورت می زنند، فرشتگان درگاه الهی به زمین می نگرند و می گریند. این چه مصیبتی است که زمین و آسمان را به لرزه در آورده است؟ چه شده مگر امروز؟ چه روزی است؟ عاشورا؟ برخیز، نمی شنوی؟ نمی خواهی پاسخ دهی؟ ندای حل من ناصر ینصرنی را، این بار از زبان فرزند حسین علیه السلام. لبیک لبیک یا مولای، لبیک یا ابن الزهرا، لبیک یا صاحب الزمان. باز هشتم شوال آمد و سخن مظلومیت شیعه. هشتم شوال آمد، ولی این بار در محافل و مجالس از این روز به نام روز جهانی بقیع یاد می شود. آری، جنب و جوشی به پا شده و تمامی شیعیان در سراسر این کره خاکی برانند که در روز هشتم شوال، روز جهانی بقیع، گامی برای بازسازی حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام بردارند. شاید بسیاری از ما تا به حال شیعیانی که در زمان تخریب حرم ائمه بقیع علیهم السلام بودند را سرزنش کرده باشیم که چگونه وهابیان حرم مطهر چهار امام معصوم علیهم السلام را خراب کردند و شما ساکت ماندید. ولی این سوال مطرح می شود که آیا سکوت و بی‌تفاوتی ما در نظر آیندگان جای سرزنش ندارد؟ آری، سرزنش. وهابیان حرم مطهر دو امام معصوم، حضرت امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام و سرداب غیبت حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله فرجه را خراب و ویران کردند و ما فقط محکوم کردیم. هشتم شوال، روز جهانی بقیع، فرصت خوبی است برای اتحاد هرچه بیشتر شیعیان در سراسر دنیا. اگر هر شیعه ای کاری بکند، حرفی بزند و طرح و ایده‌ای بدهد، این موج جهانی به حد اعلای خود میرسد و مقدمه ای میشود برای بازسازی حرم مطهر بقیع. براستی وظیفه ما چیست؟ ما که منتظر ظهور امام زمانمان هستیم، اگر به اذن خدای منان حضرت در زمان ما ظهور کنند و با قبور خاکی ائمه بقیع علیهم السلام روبرو شوند، آیا از شدت شرمندگی می توانیم سر بلند کنیم؟ آیا از شدت خجالت ما را یارای سخن گفتن با حضرتش می باشد؟ به راستی که چقدر این مصیبت دردناک است، اینکه قبور مطهر علما و امام زادگان آباد و حتی قبرستانهای پدرانمان را آباد کرده ایم، اما مزار مطهر پسران فاطمه علیها السلام همچنان خراب و ویران مانده است. هر روز آفتاب گرم به نیابت از شیعیان بر مزار آن بزرگواران حضور یافته و بر خاک حریمشان بوسه می زند. آسمان تیره و تار شده، غبار غم زمین را فرا گرفته، عرشیان بر سر و صورت می زنند، فرشتگان درگاه الهی به زمین می نگرند و می گریند. این چه مصیبتی است که زمین و آسمان را به لرزه در آورده است؟ چه شده مگر امروز؟ چه روزی است؟ عاشورا؟ نه، اما درد اینجاست، مظلومیت تا به آنجا رسیده است که حتی از راه دور هم به ما اجازه زیارت و عرض ادب نمی دهد. ای کاش زائران مدینه می توانستند همچو کبوتری بر فراز قبور خاکی بقیع پرواز کنند و بدون دلهره بر قدمگاه امام زمان بوسه زنند.
زائران میگویند در نگاه اول مظلومیت اهل بیت علیهم السلام را به وضوح میتوان دید، اما عشق زمانی سرازیر میشود که دیدگان به دنبال قبر مخفی مادر میگردند. خیلی بده آدم بچه فاطمه باشه خونه مادرش. ها این زمزم است، معطل من نباش، کارتو بکن. آف 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 قلب داداش دو تا بطن داره، بطن چپ و راست، یه بطنش قلبای ماها اینجوریه، یه بطنش میکوبه میگه مدینه مدینه، یه بطن دیگهش میکوبه چی میگه؟ پروردگارا مظلومانه به تو پناه می آوریم و از تو کمک می خواهیم، بدان امید که بر ما منت نهاده و مقدر فرمایی با قدم رنج فرمودن آخرین ذخیره امامت این بار سنگین غربت از دوش حضرتش برداشته شود. پس دستان خالی من را به درگاهش بلند می کنیم و ملتمسانه می گوییم اللهم عجل لولیک الفرج. سالار من ای دل برو دل دار من، آقای من آقای من مولای من ای سرور.